شبکه‌های اجتماعی گذار تقدیم می‌کند. اولین سمینار درون گروهی بازبینی عملکرد شورای گذار و برنامه‌ریزی آینده آن در 24 و 25 خرداد ماه 1399 معادل با 13 و 14 ژوئن 2020 به صورت مجازی با شرکت 30 تن از دبیران اعضا و همیاران شورای گذار و با مدیریت آقای یزدان شهدایی و دکتر اسماعیل نوری‌علا انجام گرفت. پیام خیر مقدم مهندس حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار را با هم میشنویم. دوستان گرامی، هموندان عزیز، خانم ها و آقایان، برگزاری نخستین سمینار داخلی شورای مدیریت گذار 9 ماه پس از اعلام موجودیت رسمی آن فرصتی نیکوست که به خواست و همت اکثر شما اکنون جامعه عمل به خود پوشیده است. بدون تردید شورای مدیریت گذار موفقیت‌های قابل توجهی در مدت نسبتاً کوتاهی که از شروع به کار آن گذشته با همکاری و همیاری تک تک شما عزیزان به دست آورده است. ما این موفقیت‌ها را که محصول کار همگانی و ابتکارات ویژه تک تک شماست قدر می‌نهیم، ولی مانند هر کار موفقی می‌خواهیم عیوب کار را هم با هم به ترازوی نقد بگذاریم و برای رفع عیوب و بهبود کارها مشترکاً کوشش کنیم. به خصوص که این نوع سازمانیابی در فضای سیاسی ایران جدید است و ما با اینکه از بکر بودن روش‌ها و ابتکارات خود منتفعیم، ولی در عین حال از تکیه بر تجربیات پیشینی و دانش قبلی محروم می‌باشیم. ما درست مانند دریانوردانی هستیم که در دریای طوفانی در حین شنا مجبوریم کشتی بزرگ خود را نه تنها برای خود بلکه برای رساندن هموطنان خیش به ساحل نجات نیز بسازیم. آن هم در وضعیتی که دشمن ما و مردم دائما کشتی را می‌خواهد سوراخ کند و اگر بتواند غرق نماید. در ساحل نشستگان نیز به جای کمک به ما و ملت در حال غرق شدن دائما به فکر بندوبست با دشمن ما برای وادار کردنش برای به اصطلاح تغییر رفتار او می باشد. تغییر رفتاری که به هر صورت شامل ما و ملت نخواهد شد. در چنین وضعیتی تنها یک اراده فوق‌العاده و معطوف به قدرت که تبلور خود را در گفتار و عملکرد جمعی همه ما داشته باشد ما را مخاطب مردم و جامعه بین المللی قرار خواهد. جمعی مردد و نامطمئن جز بذر تردید بر دلها هدیه دیگری ندارد که تقدیم ملت ایران بنماید. ما باید خود را به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی به ملت ایران و نخبگان آنها و جامعه جهانی عرضه کنیم. البته پذیرش این مدعا آسان نخواهد بود و در گروه اقدامات سنجیده و موفقی است که در چنین سمینارهایی باید روش‌های بهینه‌سازی آنها را بررسی نماییم. در این سمینار ما باید روش‌های نیل به انسجام و همفکری بیشتر را در عین حفظ دموکراسی درونی و تفاوت‌ها و گوناگونی‌های دیدگاهی خود پیدا کنیم و روش‌های عملی را در قالب پروژه‌های گوناگونی طراحی نموده و با حداکثر نمودن کارایی جمعی این پروژه ها را جامعه عمل بپوشانیم. همچنین باید بتوانیم آوازه شهرت شورای گذار را در ایران همگیر و در جهان عالمگیر نماییم و از آشنایی سطحی مردم به اطمینان و اعتماد آنها به خود و قبول ما به عنوان جایگزینی قابل برای این نظام پوسیده و در حال اضمحلال استفاده نموده و آن را ارتقا دهیم. به طور قطع تا کنون کارهای ما معایب گوناگونی داشته است و از کمبودهای فراوانی رنج برده. نقد صمیمانه و سازنده این کاستی ها درست همان کاری است که ما را به یک سیستم خودتصحیح و دینامیک تبدیل می کند و از درجا زدن و تبدیل به روزمرگی ما جلوگیری می کند. ما باید بتوانیم تا قعر اجتماع به مردم وصل شویم و شبکه های ارتباطی خود را بسازیم. برای این کار باید از شبکه ساختار موجود با بهینه کردن روش‌ها و راهکارها استفاده نموده به این هدف نائل آییم.
تعقیب دزدان و جنایتکاران به وسیله دادستانی گذار شهرت ما را جهانی نموده و ترس از قانون و عدالت را بر دل حکومتگران فاسد و جانی و دزد مستولی خواهد نمود و باعث جلب اطمینان مردم به کارایی و اقتدار ما خواهد بود. ما باید اعتراضات توده‌ای و معیشتی را کمک نموده و آنها را به سوی اعتصابات و تظاهرات فلج کننده هدایت کنیم. ماشین سرکوب حکومت باید خونسا و متلاشی شود. این کار مهم با فاصله انداختن هوشمند بین پایه و بدنه این نیرو با فرماندهان آن امکان پیدا می کند. باید بدنه نیروهای سرکوب به مردم بپیوندد. همه این کارها حس مسئولیت و همکاری بیدریق ما را می طلبد. فقط با افزایش اعتبار و اقتدار ماست که دیگر نیروهای سیاسی همکاری با ما را جدی خواهند گرفت و زمینه برای تشکیل شورای هماهنگی نیروهای گذار فراهم خواهد شد. در این دو روز بکوشیم تا مسیر را برای انجام این هدف بزرگ هموار سازیم. با آرزوی موفقیت سمینار پیش رو دست تک تک شما را می فشارم. حسن شریعت مدرس.